هفته گذشته آقای رفسنجانی، آقای هاشمی رفسنجانی، یکی از پایه‌گذاران و سازندگان جمهوری اسلامی و یکی از کسانی که نقدهایی به روش رهبری امروزی جمهوری اسلامی داشت و گویا اینجا و اونجا هم از پاره‌ای از کارهای اصلاحی پشتیبانی کرده بود، درگذشت. خب در برخورد به این شخصیت و به این ستون بهبروی استوار ماندگاری حکومت دینی در ایران، کسانی در رسانه‌های خارج از کشور این گونه داوری کردند که هیچ تفاوتی میان آقای رفسنجانی و دیگر سران جمهوری اسلامی نیست. در میان چهره‌های برجسته و سخنران و نویسنده و نظریه پرداز اپوزیسیون هم کسانی ایشان رو به جایگاهی رساندند که گویا در تاریخ ایران مانند ایشان اصلا زاده نشده. ایشان رو امیرکبیر دوران، ایشان رو یکی از برجسته ترین نواندیشان مذهبی و همچنان یکی از ستونهای استوار مبارزه برای دموکراسی خواندن، چیزهایی که من بخشهایی از اون رو در این برنامه تکرار خواهم کرد. من در این راستا میخواهم در برنامه امروز با شما درباره نه رفسنجانی بلکه درباره برخورد به رفسنجانی سخن بگویم. در این جای گفتگو نیست که در این سالهای گذشته، دست کم در 10 سال گذشته و یا دست کم از هنگامی که جنبش سبز در ایران آغاز شد و جنب و جوشی در مقابل آقای احمدی نژاد برپا گردید، آقای رفسنجانی تا حدودی خود رو با جریانهای اصلاح طلب همراه کرد. در این جای گفتگو نیست که آقای روحانی رئیس جمهور، به راستی باید گفت که آدم مورد پشتیبانی آقای رفسنجانی بوده و یا روی هم رفته سیاست آقای رفسنجانی در سپهر سیاست جهانی به کاهش تشنج یا کنار آمدن با غرب همسویی هایی داشته، نزدیکی هایی داشته. همه اینها جای بررسی و جای گفتگو دارند که آقای رفسنجانی جایگاهش کجاست. البته این رو هم نباید فراموش کرد که آقای رفسنجانی یکی از سازندگان جمهوری اسلامی است و در دوران ریاست جمهوری او جنایات بسیار زیادی به نام همین حکومت در ایران روی داده. همه اینها بخشی از کارنامه آقای هاشمی رفسنجانی است که من هم به عنوان یک پژوهشگر تاریخ شاید زمانی به اون بپردازم و جای گفتگو نیست که دیگران که آشنایی‌های بیشتری با تاریخ امروز ایران دارند یا مسائل امروز ایران رو بیشتر از من دنبال می‌کنند به اون بپردازند و خواهند پرداخت، یا شاید هم در این نوشتارهایی که در این هفته‌ها و در ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته به چاپ رسیده، گوشه‌هایی از زندگی ایشان در لابلای این نوشتارها آشکار بشود و حتما هم در آینده بیشتر آشکار خواهد شد. گفتگوی امروز من با شما یک بررسی تاریخی نیست، بررسی زندگینامه آقای رفسنجانی نیست. شاید هم اگر در این چند روز گذشته پاره‌ای از نوشتارهایی رو که در تارنماهای مختلف مخالفان جمهوری اسلامی به چاپ رسیده نخوانده بودم، امروز این گفتگو رو با شما نمی داشتم. راستی این است که پس از دریافت ایمیل ها و نامه هایی از دوستان و بر روی حالا غیر دوستان و همچنین خواندن نوشتارهایی در تارنماهای خارج از کشور، به راستی بران شدم که برنامه امروز رو به موضوع آقای رفسنجانی بپردازم، نه آقای رفسنجانی رئیس جمهور، رئیس شورای مصلحت نظام، به اصطلاح اصلاح طلب یا چیزهایی از این دست، بلکه برخورد جنبش سیاسی ایران، اپوزیسیون سیاسی ایران با آقای رفسنجانی، و درد دلی رو با شما در میان بگذارم که
به راستی مرا رنج می دهد یا گرفتاری که مرا بسیار رنج می دهد. چگونگی برخورد کسانی که خود را طرفدار آزادی، هوادار حقوق بشر و هوادار یک دولت سکولار و دموکراتیک در ایران می خوانند و آقای رفسنجانی رو به عنوان یک نمادی از حقوق بشر، نمادی از مبارزه و به گفته یکی از آقایان تا حد امیرکبیر تازه‌ای در تاریخ امروز ایران بزرگ می‌کند. شما اگر به سخنان آقای رفسنجانی، به چشمانداز سیاسی آقای رفسنجانی نگاه بکنید، می‌بینید که دیدگاه ایشان چندان پیشرفته تر از بسیاری از شخصیت‌های مذهبی سیاسی که ما در تاریخ ایران داشتیم نبوده. آقای کاشانی که سپس از مصدق جدا شد و با کودتاچیان همراه گردید، در دیدگاه‌های سیاسی خود برای اداره جامعه از آقای رفسنجانی امروزی جلوتر بود. حتی در درگیری‌هایی که در مجلس بر سر باندرول یا مالیات مشروبات الکلی در گرفته بود و مصدق زیر بار نمی رفت که مشروب الکلی رو تعطیل بکنه، آقای کاشانی جانب مصدق رو گرفت، چون درآمد ناشی از فروش مشروب الکلی، نوشابه های الکلی، هزینه شهرداری های ایران رو تعیین می کرد. و این است که مصدق حاضر نبود زیر فشار آخوندها تولید یا وارد کردن و فروش نوشابه های الکلی رو ممنوع بکنه. در این راستا آقای کاشانی مذهبی حتی با او همسو شد. از این چالش زندگی سیاسی و روزانه و مالی جامعه پشتیبانی کرد. این آقای کاشانی بود. آقای کاشانی که سپس از مصدق برید و با آقای زاهدی در کودتا همراهی کرد. این آقای رفسنجانی که امروز به عنوان امیرکبیر ایران معرفی می شود، نسبت به دیدگاه های سیاسی آن زمان آقای کاشانی با پسمانده تر به شمار می آید. حتی نسبت به دیدگاه های دوری جوینده از دخالت سیاسی آقای بروجردی، آدمی مانند آقای رفسنجانی که به حکومت دینی باور داشته، با پسمانده تر این آقای رفسنجانی به شمار می آید. من در این صفحه کامپیوترم یک بار پیامی دریافت کردم که از این برها کارهایی که مایکروسافت انجام می دهد که باید دوباره کامپیوتر رو از نو روشن کرد. این است که جناب بهروز، دوستان اتاق فرمان، اگر ناخواسته این کامپیوتر من خاموش شد و خواست خودش رو روشن بکنه، من بار دیگر با شما تماس خواهم گرفت. اگر خاموش شد، اون برنامه رو که برای میانه این برنامه امروز در نظر گرفته اید پخش بکنید تا من دوباره بتوانم با شما ارتباط برقرار کنم. امیدوارم که چنین روی ندهد. بر روی اجازه بدهید که این رو با پرسشی از شما هم میهنان آغاز کنم، یا با نمونه‌ای که میخواهم با شما در میان بگذارم. تصور کنید که شما میخواهید از تهران بروید اصفهان و در رفتن از تهران به اصفهان دو راه بیشتر ندارید. یک لحظه بیاندیشید در یه زمانی هستید که یا باید با یک کاروانی از قاطر و شتر به از تهران به اصفهان بروید، یا همسایه دوستی میآید میگوید که یک ماشین بسیار فرسوده و پر از گرفتاری وجود دارد که این ماشین ممکن است در راه تهران و اصفهان چند بار پنچر بشود، داغ بکنه، در چند جا بیستد، ولی بالاخره شما رو به اصفهان خواهد رسوند. من از شما میپرسم، شما در این درایت و نگاه واقع بینانه خودتون این کاروان قاطر و شتر رو انتخاب کردید خواهید کرد، یا این ماشین اسقاط و پر از گرفتاری رو؟ به احتمال زیاد به عنوان یک انسان واقع بین، ما همه اون ماشین رو انتخاب خواهیم کرد، با همه گرفتاری هایی که این ماشین خواهد داشت و چند بار پنچر خواهد شد و ما رو در چند مسافرخانه گرفتار خواهد کرد و باید ایستاد و موتور رو در واقع سرد کرد و دوباره به راه افتاد. جای گفتگو نیست که این ماشین
پر از گرفتاری از کاروان قاطر و شطور برای رفتن از تهران به اصفهان بهتر است. اما لحظه بیاندیشید که شما حالا نشستید و درباره این میاندیشید که چه راه‌های بهتری برای رفتن از تهران به اصفهان وجود دارد. به ماشین‌های بهتر میاندیشید، به راهن میاندیشید، به هواپیما میاندیشید و یا نه میگویید که همین ماشین اسقاط برای زندگی ما بهتره و نسبت به اون قاطر و شطور یک سر و گردن بالاتر خواهد بود. آیا جدا انسان‌ها در زندگی روزانه خودشون برای نگاه به زندگی بهتر بین ماشین فرسوده و پر از گرفتاری و قاطر و شطور یکی رو انتخاب میکنند یا آرزومند هستند، چشماندازی رو دارن که راه بهتری برای این سفر از تهران به اصفهان یا از هر کجا به جای دیگر به وجود بیاید؟ انسان مدرن به بهترین چشماندازها میاندیشه. انسان مدرن به این نمیاندیشه که در مقابل دو کشیده یا یک کشیده، دو مشت خوردن یا یک مشت خوردن کدام رو انتخاب بکنه. انسان مدرن میگوید که من نخواهم خواست و اجازه نخواهم داد کسی به من مشتی بزند. حقوقی دارم، از این حقوق پشتیبانی میکنم. زن ایرانی که در چادر و چارچوب و روسری او رو فرو بردند به این نمی اندیشه که ای کاش من بتوانم روسری خودم رو اندکی عقب ببرم. به این می اندیشه که آینده زندگی من بدون روسری اجباری، بدون حجاب اجباری خواهد بود. من با رختی که می خواهم از منزل، از خانه بیرون خواهم رفت و هیچ کس اجازه نخواهد داشت که به من توهینی بکنه که چرا موی خودت رو، روی خودت رو در برابر دیگران آزادانه به نمایش نهادی. این آرزوی یک زن ایرانی مدرن است. آرزوی همه زنان ایران است که بدون توسری، بدون اجبار رختی رو برگزینند که خودشان میخواهند، با البته معیارهای پذیرفته شده اخلاقی اجتماعی، نه مذهبی. روشن است که انسان از خانه خودش برای خرید نان با رختی بیرون نمی رود که در کنار دریا با اون رخت به آب می زنه. این در دنیای پیشرفته هم وجود دارد که برای هر کاری رخت مناسبی وجود داره، ولی ما رخت اجباری در دنیای مدرن نداریم که انسان‌ها باید یا زن‌ها باید خودشون رو در یک حجابی پنهان بکنن، در چادری پنهان بکنن، روسری بر سر داشته باشن، چهره خودشون رو از بیگانه، از نامحرم به اصطلاح بپوشانند و چیزهایی از این دست. بنابراین امروز که یک زن ایرانی به آینده نگاه میکند و آرزوی زندگی آزاد رو میدارد، به این نمیاندیشد که ای کاش من بتوانم سه تار موی بیشتر خودم رو از این روسری بیرون بگذارم. به این میاندیشد که چرا من باید اصلا روسری بر سر داشته باشم، چرا باید به طور اجباری چادر بر سر داشته باشم. در زندگی کلان سیاسی هم، در چشمانداز کلان سیاسی هم مردم به این نمی اندیشند و نباید بیاندیشند که ای کاش آقای خامنه‌ای نباشد و آقای رفسنجانی رهبری کشور ما را در دست بگیره. ای کاش به جای آقای خامنه‌ای آدمی مانند آقای رفسنجانی سرنوشت آینده ایران را رقم بزنه. درست است که در گزینش‌های سیاسی روزانه یا در دوره انتخابات، در گزینش میان مثلا آقای روحانی یا آقای احمدی نژاد، به طور طبیعی مردم می‌روند و به آقای روحانی رأی می‌دهند چون گزینش بهتری است. اما در چشم‌انداز کلان زندگی انسانی مردم به این نگاه نمی‌کنند که ای کاش خدا آقای روحانی رو تا ابد برای ما حفظ کنه. به این نگاه میکنن که ما چه زمانی میتوانیم گریبان خودمون رو از فشار یک حکومت دینی رها بکنیم و آزادانه کسانی رو به عنوان نمایندگان خود برگزینیم که انتخاب میان بد و بدتر نباشد. مردم اینگونه باید نگاه کنن. من یک بار از یک
یکی از دوستان روشنفکر دینی به اصطلاح میپرسیدم که شما چشماندازی که برای آینده ایران در نظر دارید چگونه مدلی است؟ ایشان پاسخ دادن پاکستان. من با خنده به ایشان گفتم که دوست گرامی، حالا که شما تنها بناس فکر بکنید، آرزو بکنید، چرا آرزوی سوئیس شدن ایران رو نمی کنید؟ چرا این رخش اندیشه رو تا آنجا نمی رانید که امیدوار باشید شاید ما بتوانیم زمانی سوئیس بشویم؟ شاید نتوانیم، ولی دست کم در آن راستا این رخش اندیشه رو برانید. مالیاتی هم ندارد فکر کردن، مالیاتی هم ندارد بلند اندیشیدن، ولی چرا باید به پاکستان بیاندیشید؟ چرا ترکیه نه؟ چرا کشورهای دیگری که در اروپا هستند نه؟ روشن فکر یک وظیفه تاریخی در برابر خود دارد، به ویژه روشن فکری که به آینده سیاسی جامعه می اندیشد. او می خواهد بهترین چشمنداز رو در برابر مردم خود قرار دهد. شما نگاه کنید به کار کلانی که 240 سال پیش نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده آمریکا کردند. چشماندازی رو در برابر مردم آن زمان آمریکا که بیشترشان روستانشین بودند، بیشترشان بی سواد بودند، بیشتر اونها اصلا آگاهی به این اندیشه های نو نداشتند، چشماندازی رو در برابر اونها نهادند که این چشمانداز هنوز هم چشمانداز خوبی است. آزادی، حقوق انسانی، زندگی بهتر. و اینک در دنیای مدرن، در پیامد جنایات و تبهکاری های دوران جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، دنیای مدرن نمایندگان خودش رو در زیر سایه سازمان ملل گرد آورد و سندی رو به وجود آورد به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر پایه قانون اساسی آمریکا، بر پایه اعلامیه جهانی، اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه و بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن. و دنیای امروز چشمانداز آینده خودش رو با این معیار، با این اعلامیه حقوق بشر و ماده هایی که در این اعلامیه آمده درباره حقوق انسانی محک میزنه، نگاه میکنه. اما در کشور ما، شرایط جامعه ما به جایی رسیده، وضعیت فلاکتبار و افسرده و پر از تباهی مخالفان حکومت ایران، روشنفکران سیاسی ایران به جایی رسیده که امروز در سوگ آقای رفسنجانی ایشان رو به عنوان یک قهرمان ملی، امیرکبیری تازه، مصدقی نو، سمبل و نمادی از دموکراسی خواهی و حقوق بشر به جامعه ایرانی معرفی میکنن. من میپذیرم که شما در بررسی و مقایسه آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای بگویید که آقای رفسنجانی سیاست بهتری رو برای آینده جامعه ایران نسبت به کار فرومایه و پست آقای خامنه‌ای خواهد داشت، ولی نه اینکه این چشمانداز رو مقابل مردم قرار بدهی که گویا امید و آرزوی مردم ایران در این بوده که کسی مانند آقای رفسنجانی پیدا بشود و رفسنجانی امیر کبیر و مصدق و قهرمان و سلحشور آزادی و دموکراسی در ایران است. چون ایشان در مقابل آقای خامنه‌ای در دعواهای سیاسی درون جمهوری اسلامی ایستادگی های محدودی کردند. ایشان را به آنجا برسانید که قهرمانانه با واقع بینی و شعور سیاسی در برابر فرومایگی های رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایستادگی کردند. برای چه چشماندازی؟ چشماندازی که به هر روی یک حکومت دینی در ایران است. چشماندازی که شاید به زنان ایران اجازه بدهد که چند تار موی بیشتر رو از زیر رو سری نشان بدهند. نه چشمانداز آزادی و حقوق بشری که امروز جامعه بشری پذیرفته. آقای رفسنجانی در بهترین شرایط یکی از به اصطلاح اصلاح طلبان درون حکومت اسلامی و حکومت دینی ایران بوده، قهرمان ملی و قهرمان آزادی و حقوق بشر به شمار نمی رفته، اصلا پیوند و
نزدیکی با خیشاوندی با حقوق بشر در ایران نداشته، پایبندی به این موضوع نمی داشته. کسانی هم که پیرامون او گرد آمدند تا خود آقای روحانی وفادار به مفاد اعلامیه جهانی و بشر نیستند، اعلام کردند که نیستند و اگر بودند نمی توانستند در جمهوری اسلامی به جایی برسند. بنابراین افسردگی من نه در این است که در ارزیابی از آقای رفسنجانی کسانی ایشان رو در ردیف خود آقای خامنه‌ای قرار میدن، خیر، ما می توانیم در بررسی های تاریخی بگوییم که این شخصیت سیاسی نسبت به آن شخصیت سیاسی در این زمان یا آن زمان کار بهتری رو انجام داده یا چشمانداز بهتری رو در برابر جامعه نهاده. اما اینکه بیاییم و به جامعه بگوییم که آقای رفسنجانی اون نماد آزادی خواهی و دموکراسی است که ما به جامعه ارائه می دهیم، نشان فرومایگی جامعه روشنفکری اپوزیسیون ایران است، نشان واپسماندگی ماست که به جایی که به مردم ایران این چشمانداز رو نشان بدهیم، این چشمانداز رو در برابر مردم ایران قرار بدهیم که ما این شایستگی رو داریم که بتوانیم به آزادی هایی که در پیشرفته ترین کشورهای جهان در برابر مردم نهاده شده و اونها به اون دست یافتن ما هم دست بیابیم. اما پیام کسانی که این نوع نوشته ها رو در این روزها منتشر کردن و آقای رفسنجانی رو امیر کبیر و مصدق و نماد آزادی و سر به بلند برافراشته دموکراسی خواهی در ایران خواندند، در این است که مردم ایران رو شایسته زندگی بهتری نمی دانند و فکر می کنم مردم ایران باید بپذیرند که در این دوران پر از بدبختی حکومت دینی تنها شانس آنها در این است که آقای خامنه‌ای نباشد و کسی مانند آقای رفسنجانی نماد آنها در جهان بشود. وای از کشور و سرزمینی که به جای آقای خامنه‌ای در آرزوی آقای رفسنجانی است. وای از مردمی که آرزوی اونها در این خواهد بود که به جای کاروان قاطر و شتر از تهران به اصفهان یک ماشین اسقاط در و داغون رو برای رفتن به اصفهان برگزینند و نه راهکارهای بهتر رو. این چگونه روشن فکری است که پیام به جامعه میدهد که امید و آرزوی ما درگذشت، چهره برجسته دموکراسی خواهی در ایران از میان رفت. مانند این است که کسی مقاله بنویسد که این دوافروش محله ما انشتن ما بود، چون دوا رو خوب میپیچید، نسخه بلد بود بپیچه. ما دنبال انشتن و دنبال پاستور نباید باشیم. این دوافروش محله ما درگذشت و تمام شد زندگی ما. اینو نگاه واپسمانده فرومایه به آینده ایران، آن هم از سوی کسانی که خودشون روشن فکر میخوانند، در غرب زندگی میکنند، با چشماندازهای مدرن آشنا هستند و به جامعه ایرانی میگویند که این آینده شماست، از دل همون اندیشه هایی برمیخیزد که زمانی به مردم ایران گفته میشد شما در مقابل پروژه توسعه دولت پهلوی بهتر از مدل پروژه توسعه اتحاد جماهیر شوروی و چین رو بپذیرید. از دل همون اندیشه های چپ و مذهبی این چشمنداز های فرومایه بیرون آمده که چشمنداز بهتری رو برای جامعه ایران در نظر نداره. برگردیم به تاریخ ایران اندکی 110 سال پیش، 120 سال پیش. نگاه کنید به اون دورانی که ایران در یک دوران بسیار بسیار ناتوان پر از گرفتاری به سر برد، در 50 سال پایانی دوره قاجار فقر بیداد میکرد. ایران کشوری بود که دولت توانای مرکزی نداشت و هر گوشه ایران در دستی که از حاکمان بود و شاه تنها بر پای تخت و پیرامون اون فرمان روایی داشت و این حاکمان پیرامون شهرها و روستاها و
ولایات و ایالات بر روی پولی به دولت مرکزی میدادند و در زیر سایه دولت مرکزی یک حکومت خودگردان خودشون رو داشتند. دورانی بود که آخوندها ساختار حقوقی رو در ایران اداره می کردند. قاضی شهر همه کاری ساختار حقوقی در ایران بود. دورانی بود که مردم رو رعیت می خواندند یا آخوندها همراه با حاکمان بر جان و مال و دارایی و ناموس مردم چیره بودند. شاهزادگان قاجار در هر گوش و کنار کشور فرمان روایی داشتند و داد مردم به هیچ کجا نمی رسید. جنب و جوشی آغاز شد از همون دوران امیرکبیر و سپس سپهسالار برای ساختن عدالتخانه، ساختن یک ساختار حقوقی قضایی نو و رفت رفته بانگ اعتراض روشنفکری و بانگ اعتراض آنهایی که بانگ واکنش آنهایی که اروپا رو دیده بودند، با اندیشه های اروپایی آشنا شده بودند بالا گرفت. در آن دوران کسانی که رفته بودند و با این زندگی اروپایی آشنا شده بودند، با اندیشه های دموکراسی، حقوق فردی آشنا شده بودند، در این نبود که خوب است شاه اندکی حقوق به مردم بدهد. چشمانداز بلند داشتند، چشمندازی بسیار بسیار فراتر از توانایی های جامعه اون زمان داشتند. آزادی میخواستند، حکومت قانون میخواستند، چیزهایی که اصلا با فرهنگ ایران آن زمان بیگانه بود. یک حکومت سکولار رو میطلبیدند، ساختار حقوقی رو میخواستند که این ساختار حقوقی بر پایه قوانین زمینی به زندگی مردم بپردازد. مجلس میخواستند، حکومت مشروطه، حکومت قانون میخواستند. آرزوهایی داشتند که این آرزوها از آنچه که جامعه ایران در اون هنگام میداش بسیار بسیار فراتر بود. درخواست های کوتاه رو و کوچک رو در مقابل جامعه قرار ندادند، آرزوهای کلان داشتند و در راستای دستیابی به این آرزوهای کلان بود که جنبش مدرنیته و مشروطه در ایران سر بلند کرد و به دنبال کوشش هایی که از هر سو در جریان بود سرانجام فرمان مشروطه صادر شد و یکی از نخستین پارلمان های بیرون از قاره اروپا در کشور ما پدیدار گردید. 110 سال پیش نشستند، قانون اساسی فراهم کردند، نشستند و متمم قانون اساسی فراهم کردند، نشستند و قوانین در مورد پیدایش عدلیه و حتی دادگستری گرد هم آوردند. آرزوهای کلان داشتند. میرزا حسن رشدیه مدرسه نو، دبستان نو به ایران ارمغان آورد. روزنامه در ایران پدیدار گردید، چاپخانه ها در ایران پدیدار گشتند، روزنامه مجلس به وجود آمد، روزنامه نگاری در ایران گسترش پیدا کرد، آرزوهای نو در میان ایرانیان شکل گرفت، مردم در سودای ساختن بانک ملی، دانشگاه و حتی راهن بودند. خیلی از آرزوهایی که بعدها در دوره پس از مشروطه، در دوره پهلوی از جمله به انجام رسید. آرزوی دانشگاه آرزویی بود که در همون دوران مشروطه در واقع نطفه اون بسته شده بود و در 1312-13 سرانجام به بار نشست. پیدایش عدلیه در برابر مقاومت و ایستادگی آخوندها با دشواری آغاز شد و رفته رفته به بار نشست و بسیاری از کارهای کلان دیگر. ما در این راستا به این دلیل به کاروان مدرنیته و پیشرفت جهانی پیوستیم، چون کلان میاندیشیدیم، بزرگ فکر میکردیم، فرای آنچه که در برابر ما بود آرزو داشتیم و این بزرگترین خدمت روشنفکران مشروطه‌خواه و مدرنیست ایرانی بود. انگشت شمار کسانی که رفته بودند یا با فرهنگ اروپایی آشنا شده بودند یا کتاب خوانده بودند یا با اندیشه های نو از راه های دیگر آشنایی یافته بودند، از راه استانبول، از راه قفقاز، از راه سفر به اروپا، اینها ارمغانی که برای جامعه ایران
در برابر ایرانیان نهادند، گشودن پنجره ای بود که ایرانیان بتوانند به پیشرفت های جهان نگاه بکنند، آرزوی زندگی بهتر داشته باشند و به این بیندیشند که چرا ایران نتواند همراه اروپا باشد، همراه کشورهای پیشرفته جهان باشد. و ما در این راستا گام های بسیار بلندی رو برداشتیم، با گرفتاری های فراوانی هم مانند خودکامگی و فساد و بسیاری چیزهای دیگر روبرو شدیم. بنابراین نبود که این آرزوی بلند و کلان ما با این تون باد جمهوری اسلامی و جنبش اسلامی روبرو بشود. شور وقتا که شد و کاروان پیشرفت و تمدن و توسعه ایران برای اینکه بیشتر و بهتر بتواند به این کاروان مدرنیته و پیشرفت جهان بپیوندد، دچار خدشه شد، دچار گرفتاری شد. و ما دوباره امروز میکوشیم که خودمون رو با جامعه پیشرفته همراه بکنیم، از این انزوایی که این حکومت جمهوری اسلامی برای ما به وجود آورده به در بیاییم و بخشی از این دنیای پیشرفته بشویم، به آرمانها و آرزوهایی که یک زمانی در دوران مدرنیته و مشروطه در برابر ما نهاده شده بود و امروز دنیای پیشرفته ده ها بار جلوتر از آن و پیشرفته تر از آن رو در برابر ما نهاده، دست بیابیم. ما کشور توانایی هستیم، مردم توانایی هستیم، مردم روی هم رفته درس خوانده‌ای در میان کشورهای جهان به شمار میاییم. چرا ما نتوانیم مانند ژاپن و کره جنوبی، یکی از پیشرفته ترین کشورهای آسیا و یکی از کشورهای پیشرفته جهان باشیم؟ چرا ما نتوانیم؟ چرا شایسته این نیستیم که به دموکراسی واقعی دست بیابیم، حقوق بشر رو در ایران اجرا بکنیم و بتوانیم سنگری برای گسترش این آرزوها و آرمانها و پیشرفتها در سرتاسر خاورمیانه و در سرتاسر جهان باشیم؟ چرا ایران با این پیشینهی که دارد، کهن‌ترین دولت ماندگار جهان، کهن‌ترین دولت ماندگار جهان که به گفته گوته آغاز تاریخ دولت در جهان به شمار می آید، چرا نتواند این کشور بار دیگر یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان یا دست کم در کنار پیشرفته ترین کشورهای جهان باشد؟ چرا نه؟ اگر این چشمنداز در زمان برهوت دوران مشروطه شدنی بود و کسانی به اون نگاه کردند و ایران را از اون برهوت نجات دادند و به شاهراه مدرنیته و دموکراسی و مشروطه رهنمون شدند، یاری رساندند که این جامعه از اون واپسماندگی بیرون بیاید، چرا امروز که با ما ثروت بیشتری، درآمد بیشتری، دانش بیشتری، نسل درس خوانده بیشتری، آرزوهای بیشتری و امکانات بیشتری از اونها برخوردار هستیم، چرا بهتر نتوانیم از این تنها و از این گرفتاری که در اون درگیر شدیم بیرون بیاییم و زندگی بهتری داشته باشیم؟ در این روزگار است که یک روشن فکر ایرانی، یک سیاستمدار ایرانی، کسی که به آینده ایران نگاه می کند، کسی که خودش رو روشن فکر سیاسی می خواند، کسی که خود رو بخشی از اپوزیسیون پیشرفته ایران می داند، باید به مردم ایران این پیام رو بدهد که ما بهتر از این هستیم، ما به زندگی بهتری از آنچه در برابر ما نهادند می توانیم دست بیابیم. گزینش ما میان آقای رفسنجانی و خامنه‌ای و احمدی نژاد نیست. طبیعی است که در بررسی سیاسی ما میتوانیم بگوییم که دولت روحانی بهتر از دولت آقای احمدی نژاد است، ولی نمیتوانیم این پیام رو به جامعه بدهیم که زندگی ما در گزینش میان دولت آقای روحانی و احمدی نژاد خلاصه شده. ما هیچ شانس دیگری برای دستیابی به زندگی بهتر نداریم. ما مردمانی هستیم پست، فرومایه، واپسمانده. باید انتخاب بکنیم احمدی نژاد یا روحانی. چرا 110 سال پیش، 150 سال پیش، هنگامی که مدرنیته در ایران آغاز شد، 110 سال پیش هنگامی که فرمان مشروطه صادر شد، روشنفکران ایرانی اون زمان چنین
نگاه نمی کردن که گزینش میان ناصرالدین شاه است و مظفرالدین شاه. نه، یک جامعه پیشرفته تر می خواستن. یک جامعه جلوتر رو می خواستن. یک جامعه آزادتر رو می خواستن. می خواستن ایران بازگردد و با اون پیشرفت های اروپایی، با اون فرهنگ و تاریخ، اون پیشرفت ها رو با اون فرهنگ و تاریخ همراه بکنه، افتخار و شکوه گذشته رو در قالب دنیای مدر زنده بکنه. این آرزوی مدرنیست های ایرانی بود. خب ما با یک سکته تاریخی، با یک گرفتاری تاریخی در قالب انقلاب اسلامی روبرو شدیم. من امروز به بررسی اون نمیخواهم بپردازم، ولی امروز که پس از نزدیک به 40 سال این حکومت با بنبست و بحران و گرفتاری روبروست و از درون نوریانی حکومت دینی ساختار این حکومت رو خورده و پوسیده، آیا وظیفه یک روشنفکر ایرانی در این است که پیامی که به جامعه ایرانی میدهد در گزینش میان سرو بلند دموکراسی خواهی آقای رفسنجانی باشد، دروغی تاریخی، یا آقای خامنه ای؟ چرا گزینش ما باید چنین باشد؟ چرا پیام یک روشن فکر پیشرفته آزادی خواه ایرانی، کسی که در بهترین زندگی آزاد غربی، در بهترین شرایط زندگی آزاد غربی به سر میبرد، به جامعه ای نیست که من میخواهم شما هم از این زندگی که من در اون از اون بهره میگیرم بهره مند شوید، به آمریکا و اروپا برسید، نه اینکه میانه آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای یکی رو برگزینید. این پیام هایی رو که من میخوانم به راستی شرم بر یعنی شرمسار میشوم از اینکه من هم یکی از این روشنفکران شاید باشم. خوشحالم که نیستم، خودم رو با این کاروان همراه نمیدونم، به گونه دیگری میاندیشم. پیام یک روشن فکر پیشرفته و مدرن امروز برای مردم ایران باید این باشد که گریبان خود رو از این از چنگال حکومت دینی رها بکنید، به دنیای نو بیاندیشید، به یک ایران سکولار و دموکراتیک بیاندیشید. ایران سکولار و دموکراتیک آقای رفسنجانی قهرمان اون نیست، آخوندیست که اندکی بهتر از دیگر آخوندها، روشن بینتر از دیگر آخوندهای همردیف خودش میخواد با دنیای نو خودش رو هماهنگ بکنه. خیلی خوب، یک لوحه‌ای هم برای ایشان بسازیم، یه جایی بگوییم که ایشان خیلی خوب بود که چنین اندیشیدند. ولی چشمنداز آقای رفسنجانی، چشمنداز اصلاح طلبان، چشمنداز اون بخشی از رهبران جمهوری اسلامی که حساب خودشون رو تا حدودی، نه کاملا، از ولایت فقیه جدا کردن، در یک زندگی سکولار و دموکراتیک نیست، در یک ایران پیشرفته دولت غیر دینی نیست. هنوز هم میخواهند کشور ایران در چنبره یک حکومت دینی گرفتار باشد، ولی حکومت دینی مهربان، بهتر. این شایستگی جامعه ماست. آیا از نظر این آقایان و خانوم هایی که در به عنوان روشنفکران جمهوری خواه، به عنوان روشنفکران سکولار مقاله می نویسند، عشق می ریزند بر اینکه آقای رفسنجانی قهرمان ملی، این امیر کبیر تازه ایران از دست ما رفت، سایه و سر ما کوتاه شد، جدن چشمنداز اونها چشمنداز آقای رفسنجانی است؟ این آرزو رو برای آینده ایران دارند؟ به پایان برنامه رسیدیم. شوربختا که گروهی چنین میاندیشند. من چشمنداز بسیار بسیار فراختری رو برای مردم ایران آرزو دارم. من میخوام ایران به کاروان پیشرفته ترین کشورهای جهان بپیوندد. اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در برابر خود میبینم. ایران پیشرفته رو در آرزو دارم که همردیف کشورهای اروپایی باشد، و فکر میکنم که چنین چیزی هم شدنی است، و این پیام باید پیام
روشن فکران مردم ایران باشد. تا هفته آینده، روز روزگار و شما خوش باشید.